سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب تهران، یک بعد از ظهر ابری و گرم واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو، چون پنج شنبه های گذشته در این شماره از تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا به آخرین اخبار در عرصه کارگری ایران میپردازیم و نیز خبرهایی در ارتباط با کارگران زندانی، از جمله بهنام ابراهیم زاده که همراه خانواده خود دست به اعتصاب قضا زده است، و آنچه که در ارتباط با پرونده سعید مرتضوی میگذرد و حیف و میل او از سفره کارگران ایرانی. آخرین خبرهای کارگری رو بررسی خواهیم کرد همراه با آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام آقای اوسانلوی عزیز. سلام آقای اوسانلو، آخرین خبرهای کارگری رو از شما میشنویم، از کارگران عزیز و گرامی ایران. اجازه بدین نخست از اینجا آغاز بکنیم که خوشبختانه مثل این که مطالبات و خواستهای کارگران بافق عملی شده و کسانی هم که بازداشت بودن آزاد شدن. بله، ما این خبر نسبتاً خوب رو داشتیم که بالاخره دیروز همه کارگرانی که بازداشت شده بودند در رابطه با اعتصاب کارگران بافق آزاد شدند و جلسه‌ای که برگزار شد و مسئولین حکومتی و منطقه‌ای قول دادند که در رابطه با خصوصی کردن 28.5% سهام این معدن هم عقب نشینی بکنن و خصوصی نکنن و کماکان سود حاصل از این 28.5% در اختیار مردم شهر و کارگرها قرار بگیره. و یه خواسته دیگه کارگرام که مربوط به 15% از سهام معدن در رابطه با این که بایستی در اختیار مردم شهر و زیر نظر شورای شهر باقی بمونه کماکان، تا مردم بتونن از اون برای رفاه منطقه و امکانات شهری بهره برداری کنن، کمان که از زمان آقای دهستانی که یکی از مدیران بسیار برجسته معدن بود و تونست میلیون ها تومان از این درآمد 2% سود در رابطه با معدن که توی خود منطقه مصوبه داشت هزینه بشه، بسیار تونستن خدمت بکنن و جاده بسازن، خیابون‌ها رو تعریض بکنن، شهر رو سر و سامانی بدن، تا معدن چوغارت بلوار بکشن، پارک بازی بسازن، خانه معلم رو تجهیز بکنن و این ادامه این امکانات برای مردم شهر و بسیار، یعنی به خاطر اینکه شهر بسیار محرومه، منطقه بسیار محرومه، خب وجود هیچین امکانی و هیچین بودجه‌ای برای مردم شهر کاملا حیاتی بود که قرار شد نسبت به همه اینا تصمیم گیری بشه و تا 4 ماه دیگه اعلام رسمی بشه و قراردادهای واگذاری این 28.5% در فرابورس منتفی بشه و اون 15% هم به مردم باخ و زیر نظر شورای شهر قرار بگیره، که اتفاقا آقای تشکری یکی از کارگرای زندانی که آزاد شد با رأی مردم رئیس شورای شهر هم هست. آقای اوسانلوی عزیز، این اقدام کارگران بافق چه پیامدها، چه دستاوردهایی برای بقیه کارگران، برای مردم داشته؟
آنچه که در باف روی داد، همبستگی مردم و بقیه پیامد. بله، تجربه‌ای که در این مبارزه و در این اعتصاب دراز مدت یک بار 39 روز و این دفعه 16 روز طول کشید، تجربه بسیار موفقی است که بایستی برای بقیه مردم ایران و کارگرای ایران بیان بشه و یک تجربه عملی در میدان هست که جو ترس و یأس و ناامیدی رو میتونه بشکنه و ما بتونیم اشاره کنیم به دستاوردهای مثبت این اعتصاب و همبستگی کارگران و مردم بافت. اول اینکه کارگرا تونستن خیلی خوب توضیح بدن مسائل رو به خانواده‌هاشون، چرا که بعد از دستگیری کارگرا ما دیدیم خانواده‌های اونها به میدان آمدن، زنها بلندگو به دست گرفتن، درباره شرایط صحبت کردن، خواهان آزادی همسرانشون شدن، فرزندان اونها، جوونا در تمام سطح شهر اطلاع رسانی می‌کردن و ارتباط داشتن و هر جایی که بوی می‌رفت که ممکنه اعتصاب شکنی بشه خبر می‌دادن و این اطلاع رسانی دقیقه به دقیقه باعث شد که اعتصاب شکن‌ها نتونن موفق بشن و هیچ کاری پیش ببرن در تونل‌های معدن. بعد از اون ارتباط خوبی که بین در بدنه کارگری با بدنه مردم شهر، معلم‌ها و دیگر کسانی که مستقیماً در معدن کار نمی‌کردن اما منتفع میشن، سود می‌برن از امکاناتی که در این معدن و تولید اون و درآمد اون برای شهر باقی می‌مونه. یعنی تونستن بین خواسته‌های کارگری و خواسته‌های عمومی مردم شهر یک پیوند مستقیم برقرار کنن، در نتیجه حتی مردم و مقامات شهری هم مجبور شدن بیان حمایت بکنن از این اعتصاب. پس از اون اطلاع رسانی و ایستادگی که بسیار خوب کردن کارگرا، حتی بعد از دستگیری خب 8 نفر از فعالین اصلیشون ما دیدیم که نه تنها اعتصاب عقب نشینی نکرد بلکه با قدرت بیشتر ادامه پیدا کرد. سازماندهی لایه به لایه‌ای که داشتن با دستگیری 8 نفر اول تمام نشد رهبری جنبش و تونست به تحسن طولانی 13 روزه و 24 ساعته بیانجامه که چادر بزنن جلوی فرمانداری و ترک نکنن و این میدان رو کماکان در اختیار داشته باشن و شب و روز ماندن اینها تأثیر زیادی داشت بر روحیه جمعی کارگرایی که توی خود معدن چغارت تو تحسن و اعتصاب بودن و ارتباط مستقیم بین این دو منطقه تحسن جلوی معدن چغارت داخل محوطه معدن و جلوی فرمانداری که 24 ساعت آقای سباقیان نماینده کارگر رو می آمد و گزارش این تحسن و دستاوردها و جلسات و گفتگوها رو به مردم می داد. یعنی همه مطلع بودن که واقعا چی داره می گذره و چه امتیازاتی قراره بگیرن یا چه امتیازاتی از دست بدن و از همه مهمتر ایستادگی برای آزادی بیگناهان و این کارگرهای زندانی. و پس از اون پوشش خبری در سطح ملی که به وجود اومد و سایت های مثل باف نیوز یا ایلنا و همین تلویزیونی که شما زحمت کشیدید یا تلویزیون دیگه مثل اندیشه و بقیه که فرصت اطلاع رسانی دادن و این اطلاع رسانی در سطح کشوری و جهانی به وجود اومد و از اون طرف هم ماها که به هر حال در رابطه با مسائل کارگری با نهادهای بین المللی هم هر کسی که سر و کار داشت ترجمه کردن فیلم ها رو، گزارش ها رو، عکس ها رو و این گزارش رو به زبان انگلیسی به نهادهای بین المللی حقوق بشری و کارگری رسید که یک اتفاق خیلی جالب افتاد. پریروز اتحادیه جهانی کارگران صنایع با 50 میلیون عضو خواهان آزادی همه کارگرها و رسیدگی به خواسته های اونها و پشتیبانی همه جانبه از کارگران بافق برخواستند. این پیوندهایی که از داخل خود مبارزه شروع شد تا به سطح بین المللی سازماندهیش رسید کمک کرد که حکومت عقب نشینی کنه و خواسته های برحق کارگرها رو بپذیره، جلوی خصوصی سازی فعلا گرفته بشه و کارگرها آزاد بشن. آیا باعث تجربه‌ای هم برای حکومت ایران شده؟ به جای این همه راه طولانی رو رفتن و سرانجام سر تسلیم در برابر خواستهای کارگران فرود آوردن، آیا تجربه شده براش که گوش بده به حرف کارگران، مطالباتشون چه میخواد؟ یا اینکه خیر، همچنان مسئولانی مثل آقای سعید مرتضوی و الباقی هر جا که زورشون برسه لقمه‌ای از سفره کارگران و بقیه بر میدن؟ ببینید، یه مسئله که مهمه اینه که همینطوری که شما میفرمایید
من نمیتونم بگم که اینا کاملا درس نیه، چون ماهیت طبقاتیشون ماهیت کارگری و زحمت کشی که نیست. حکومت رو عرض بکنم، همین الان که به اصطلاح در آخرین جلسه که کارگرها آزاد شدن، معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد اعلام کرد که واگذاری سهام 28.5% معدن بافق به بخش خصوصی لغو شده، ولی هنوز حرف ایشون تموم نشده. یکی از این مسئولین سازمان خصوصی سازی یه دفعه میاد میگه نه آقا نمیتونن همچین چیز رو لغو کنن، این سهام واگذار شده و تمام شده، رفته پی کارش. یعنی در همین مرحله‌ای که حتی دیگه رسما اعلام میشه از طرف رئیس جمهور و وزیر کار رو به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده و جلوگیری از خصوصی سازی و آزادی کارگرها میکنن، یه دفعه از یه جای دیگه میبینیم که یه نفر که زیر مجموعه دولت خودش پایین تر از سطحیه که این تصمیم گیری اعلام شده، یه دفعه میاد رئیس سازمان خصوصی سازی آقا اظهار نظر میکنه که نهل اینا دامن زدن، نمیدونم التهاب آفرینی کردن، خصوصی سازی کماکان بایستی انجام بشود. و حالا معاون استانداری یزد خواستار برخورد شده با این آقایی که عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار نظر میکنه. مسئله اینه که الان خود حکومت و دولت هم میدونن که در شرایط سختی هستن، کارگرای ایران در شرایط سختی هستن، و هر روز ما اگه بخوام لیست و آمار بدیم در بحث یعنی شهرداری ها، صنایع، معادن، شرکت نفت، پالایشگاه ها، خودروسازی ها، کارخونه های کوچیک، شهرک های صنعتی، به جای رسید که دیدید یکی از کارفرمای ایلامی نه کارگر، کارفرما خودش رو آتیش زد و کشت به خاطر اینکه اون وامایی که بهش قول داده بودن بدن ندادن و اون بی آبرویی و بدهکاری رو نتونست تحمل کنه. هنوز ما از خودسوزی این کارفرما نگذشته. یعنی سطح دشواری های اقتصادی و مشکلات کارگران و کارفرماها به اینجا رسیده که نه فقط کارگران، بخش کارفرما هم دست به خودسوزی دارن میزنن. اینه که 100% حکومت مجبور هست نرمتر برخورد کنه. اگه بیا سرکوب شدید بکنه، خب پیامدهای دیگه ای خواهد داشت، اطلاع رسانیش سطح جهانی دامنگیر بیشتری برای اینا خواهد شد و در نهادهای بین‌المللی محکومیت‌های بیشتری برای اینا به وجود خواهد آورد. اینه که به نظر من تجربه رو در چگونگی برخورد با اعتصابات و اعتراضات شاید به نوعی به کف آوردن که حداقل در این قضیه معدن باف که البته شدت اعتصاب، سازمان یافتگی اون و 5000 آدم با خانواده و مردم شهر که 24 ساعته میدون رو ترک نکردن، ماندن جلوی فرماندهی، ماندن، چیزی که در جنبش سبز نشد، یعنی مردم اومدن و برگشت رفت شب نموندن، و این ماندن و پیوستگی این جریان به هم و خبررسانی لحظه به لحظهش بالاخره خب کسایی که دستن در کار بودن رو وادار کرد که روش دیگه رو برگزینن و فعلا تا اینجا این موفقیت رو بایستی برای کارگرا ما یعنی در نظر بگیریم. ولی مراقب باشیم ببینیم بعد از این حالا آیا قولهایی که دادن رو انجام میدن یا نمیدن. و بعد درباره کارگرای زندانی آیا امیدی هست که نهادهای بین المللی، نهادهای داخلی مدافع حقوق کارگران اگر هست، اینها اقداماتشون به نتیجه برسه در مورد بهنام ابراهیم زاده و بقیه کسانی که هستن، آقای شهابی که همچنان بیمار هستن و بقیه کارگر و کسانی مثل ارجنگ داوودی، کسانی مثل بوداغی و و و و و و و متاسفانه فهرست بسیار طولانی است از زندانی. بله، به نظر من همین که الان بهنام ابراهیم زاده در اعتصاب قضای سختی به سر میبره، خانوادش هم اعلام کردن که همراه او دست به اعتصاب قضا خواهند زد، اعتراض بهنام به حق اونو در سالن وحشتناک 2 در بند 1 زندان رجای شهر بردن، یک سالونی است که بسیار بسیار جای خطرناکیه. خود من و بهروز جاوید تهرانی در اونجا بودیم مدتی، بیمار شدن، یعنی زندانیایی که بر اثر فشارهای زندان بیمار شدن، مشکلات روانی پیدا کردن، امنیت روانیشون رو از دست دادن، توی اون سالن هستن، سالن به غایت تاریک که فقط با چند تا لامپ 40 وات روشن شده، بسیار آلوده و بیخبر از همه جا، و اینکه اتفاقات بسیار بدی اونجا میفته. حالا من نمیخوام این سری مسائل رو بگم که باعث ترس و وحشت مبارزین جوان یا کارگرا یا
مردمی که دست مبارزه میزنن بشه، واقعا یک جایی است که توی فیلم های ترسناک باید از اون بهره گرفت برای ساختنش. این یعنی این شرایط غیر انسانی که الان بر بهنام ابراهیم زاده حاکم کردن، واقعا حق میده به بهنام که دست به اعتصاب قضا بزنه به عنوان آخرین وسیله‌ای که در اختیارش هست که جان خودش و هستی خودش دفاع کنه، خواهان حداقل بردن و به بند سالن 12 بشه که همه زندانی سیاسی بودن، ولی بدبختانه الان همون سالن 12 رو هم شروع کردن به انتقال زندانی ها به بندهای دیگه، مثل بند 2 که بند قرآن یا دارالقرآن و به قول بعضی از زندانی های قدیمی اونجا بند به اصطلاح امنیتی ها و اطلاعاتی های بدتر از زندانبان ها، و در اونجا سرکوب بیشتری الان میشن زندانی هایی که از سالن 12 بردنشون به بند 2 دارالقرآن. این هستش که الان بایستی جلب توجه همه مردم ایران و نهادهای بین المللی حقوق بشری 100% نسبت به وضع زندانیا بشه و تلاش های اونا، درخواست های اونها از مقامات حکومتی، فشارهایی که میتونن بیارن حتما مؤثر هست برای حداقل تغییر وضعیت زندانیا یا آزادی اونا. مثل خود من که اگر نهادهای جهانی حقوق بشری و حقوق کارگران یا و نهادهای مختلفی که در حمایت برای آزادی به میدان اومدن، شاید خود من جانم و تا حالا در زندان مثل برادرم و ده ها زندان دیگه دست داده بودم. اتفاقا اشاره کردی شما به درستی با آقای ارژنگ داوودی که ایشون رو حکم اعدام ظالمانه در زندان بهش دادن. کسی که 10-12 سال تو زندان است چجوری دیگه یه حکم اعدام جدید بهش میدن؟ مگه چه کار توی زندان یه زندانی میتونه بکنه که حکم اعدام بدن؟ و بایستی به این زندانی ها همونطور که گفتید مثل رسول بوداغی، مثل شاهرخ زمانی، رضا شهابی کرم بیمارستان بردن عمل کرده، توجه بشه، دائما در اخبار بیان و نام ده ها و صد ها زندانی ناشناخته مثل علی محمد منصوری کارگر بتنکار، مثل سعید ماسوری پزشک، مثل آقای صالح کهندل، مثل میثاق یزدان نژاد و همه این بچه که در زندان هستن، کارگرن، کارمندن، اشخاص روزنامه نگارای مثل مسعود باستانی، و اگر این نام ها فراموش بشه و اسمی از اینا برده نشه و توجهی به اینا نشه، در اخبار بین المللی نیان، در گزارش های احمد شهید نهاد بین المللی نظارت بر مردم ایران نیاد، 100% شرایط بدتری خواهند داشت و 100% مؤثر هست توجه به این زندانی ها. من همینجا اعلام بکنم برای بینندگان عزیز که از این پس همچون روال پیشین دوره نخست تفسیر خبر که در صدای آمریکا من داشتم، در این سری از برنامه‌های تفسیر خبر از دوشنبه آینده هر دوشنبه مشخصا درباره آخرین اخبار مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود. برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا هر دوشنبه در سری برنامه های تفسیر خبر مشخصا درباره اخبار حقوق بشر یا نقض حقوق بشر در ایران صحبت خواهیم کرد و با میهمانان برنامه گفتگو. آقای اوسانلو، ببینید، ما معمولا در گفتگو با شما درباره مسائل کارگری و کارگران عزیز صحبت میکنیم، اما اخبار و یا رویدادها همه به همدیگه وابسته هستش. شما ببینید در بافق وقتی کارگران اعتصاب میکنن، به مرور مردم دیگه میان، کاسب محل میاد، معلمین میان، عرض کنم خدمتون بقیه طبقات و اقشاری که وجود دارن، یه چیز کاملا طبیعیه در همه جای دنیا اگر امکانش باشه چنین خواهند کرد در همبستگی با هم. یک نظر شما رو ما میخواستیم بشنویم در مورد این خبر. تیم والیبال ایران خب میدونین که الان در مسابقات جهانی لهستان هست، بر آمریکا هم پیروز شد. بسیارم والیبال دوست ها، ورزش دوست ها و هم بسیاری خوشحال شدن و خوشحال میشیم ما حتما که جوانان ایران با شرایط سختی که دارن، به هر حال امکانات کمی نسبت به بقیه تیم ها که دارن، در عرصه های جهانی خب میدرخشن. این خوشحال کننده هست برای همه.
اما یک نکته وجود داره در مورد مسابقاتی قبلا در تهران جریان داشت و من یادم هست که تیم لهستان که الان میزبان این مسابقات هست یک بنری رم گذاشته بود در اونجا که ما از حضور زنان در استودیوم حمایت میکنیم و اجازه ندادن زنان و دختران به سالن برن برای تماشای مسابقات و بعضی هم رفتن با لباس برزیل پرچم برزیل رفتن داخل. حالا صحبت اینه که خانم قنچه قوامی رو که در اونجا بازداشت کردن در همون مسابقات 67 روز ایشون در بازداشت بود، تازه که آزادش کردن، یه بار آزاد کردن بعد رفت وسایل آرایشش هرچی که بود در زندان پس بگیره بهش گفتن بیا، دوباره گرفتن زندان که 65 روز در زندان. 25 سالش هم هست، علاقه به والیبال، تیم کشورش هست، رفته تماشا گفتن خیر زنان نمیتونن بیان این زندان، زندان 67 روز. درست؟ حرف من اینه چرا یک کلمه ورزشکاران ایرانی ابراز همبستگی نمی کنن؟ چرا یک کلمه و فوتبالیست های ایران لب نگشودن و نمی گشایند بر اینکه دختران ما رو چرا به استادیوم ها راه نمیدید؟ شما اگر تیم ملی هستید، تیم همه مردم ایران هستید بدون هیچ تعارف، تیم دختران زنان ایران هم هستید، اگر دفاعی نمی کنید، اگر سخنی در دفاع از اونها نمیگید، در دفاع از قنچه قوامی یا هر چی که هست، خب تیم ملی ایران هم نیستید بدون هیچ تعارف. پرسش من از شما این هست، چرا؟ چرا نه تیم فوتبال، نه تیم والیبال، نه تیم بسکتبال؟ شاید از وضعیتی که هست راضی هستن، من نمیدونم، من میخوام از این نکته سر در بیارم. شاید راضی هستن که دختران رو به ورزشگاه ها راه نمیدن، اگر نه خب کلامی، حرفی، حدیثی، اتفاق چندانی نمیفتد براشون. مسئولیت به هر حال ورزشی دارن، حالا هرچه هم که بشه. بفرمایید، از شما من میپرسم. من چی بگم؟ موقعی که حقوق اساسی تمام مردم ایران داره پایمال میشه، خانم قنچه قوامی به عنوان به اصطلاح تماشاگر والیبال اینطور به زندان برده میشه، اخبارش هم در فیسبوک ها منتشر شد، در سایت های خبری اومد، و این بی تفاوتی که در بخشی از مردم ایران و کسانی که به قول شما میتونن تریبون های در داخل داشته باشن مثل همین فوتبالیست ها، والیبالیست ها و کسایی که از امکانات عمومی مردم و امکانات شهرتشون و توجه خود مردم به اونها بهره مند میشن، اتفاقا امکان بسیار خوبی در اختیارشون است که وارد این اعتراض ها بشن، مطرح بکنن موضوعات. و یه برنامه تلویزیونی در ایران است به نام 90، اونجا جاش هست که حتی این صحبت ها مطرحش، بینندگان میلیونی داره اون برنامه، چون افشاگری میکنه، گاهی وقتا یه حرفایی میزنه که دیگران نمیزنن و میتونه جایی باشه که اتفاقا همین برنامه‌ای که شما الان دارین مطرح میکنی تأثیر بذاره و در اونجاها مطرح بشه. شاید به این دلیل که در کشور ما این روحیه همبستگی خوب ضعیف شده و اونها من این مسئله رو مسئله خودشون نمیدونن که بابا همینطوری که بازیگر، ببخشید، تماشاچی برای شما به عنوان ورزشکار و بازیگر در میدان هورا میکشه، فریاد میزنه، پول خرج میکنه، بلیت میخره، میاد، هزینه میده، شما در مقابل این تماشاگرت، هوادارت، طرفدارت مسئولی و بایستی شما هم برو پوشش بدی و از او دفاع بکنی. یک دفاع متقابل حقوقی و تبلیغاتی و انسانیه. فکر میکنم یکی از علتاش اینه که اینو به عنوان وظایف خودشون نمیدونن، در این باره آموزش داده نشده و یک بعدی تربیت شدن این عزیزان ما و فقط میل به قهرمانی و مشهور شدن و استفاده از امکانات مالی که این قهرمان شدن و شهرت داره آموزش به اینها داده شده، نه آموزش های انسانی و حقوق بشری و مسئولیت پذیری متقابل و دفاع از حقوق ملی. شما ببینید الان دارید از خانم قنچه قوامی صحبت میکنید، یه هممیهن ماست که بایستی همیشه آزاد باشه مثل همه مردم ایران، به خاطر مسئله والیبال گرفتاره ولی حکم اعدام بهش ندادن، ولی سهیل عربی یک جوان خانواده دار فعال اینترنتی رو به اتهام ساختگی توهین به پیامبر به اعدام محکوم کردن. خبرش رو هیچ جا منتشر نمی کنن. این سهیل عربی رو خانواده‌اش رو بردن تهدید کردن اگر درباره بازداشتش یا حکم شرفی بذارین شما رو هم زندان میبریم و اعدام میکنیم. در کجا هست؟ در تهران یا؟
بله تهران هستن. آقای سهیل عربی بچه 5 ساله هم داره، خانوادهش هم وضعیت سختی دارن. یه آدم کارگر جوانی است که علاقه داره به مسائل اینترنتی، تقریبا شبیه مثل ستار بهشتی یا شبیه افشین اوسانلو یا شبیه رضای شهابی فرقی نمیکنه. کارگرایی هستن که یه مقدار آگاهی پیدا کردن، میتونه مثلا وبلاگ یا یه دونه فیسبوک استفاده کنن. نظر یعنی گفتن به اتهام تو اهانت به پیامبر؟ بله بله، اتهامش هم گفتن که توهین به یا پیامبر کردی و این حکم اعدام داره، سب و نبی است، یه همچی چیزی. و این حالا ببینید داخل نکته اینه آقای اوسانلو، ببینید در خود صدر اسلام در روایات اسلام همین روحانیون که الان حکومت میکنن امثال آقای خامنه ای، همین رفسنجانی و بقیه، برای پیش بردن هر هدفی که داشتن بر منبر سالیان سال سالیان سال و پیشتر از اونها آقای خمینی و بقیه بارها در وصف پیامبر گفتن که پیامبر اسلام که وقتی به مکه بازگشت یا کسی که بر سر پیامبر در کوچه های مکه خاکستر میریخ یک روز دید خبری نیست، پرسید گفتن مریضه و رفت به عیادتش. و وقتی که فتح مکه پس از رفتن به مدینه و تمام ماجرا فتح مکه شد، آمد و احوال آنهایی رو که در زمان مکه بهش بیرا گفته بودن اهانت کردن و جویا شد. حالا درست یا نادرست این روایات رو بنده کار ندارم، ولی این هست در تاریخ اسلام گفته شده یا خود آقایون گفتن. تعبیر این که اهانت به پیامبرم بلان چه کسی همچی تعبیری رو میکنه من نمیدونم. و تازه اگر چنین باشه که قطعا نیست، پس اون روایت ها چی؟ شما از خود پیامبر هم دیگه پیامبرتر که نیستید که. بفرمایید. شما بحث خوبی عنوان میکنید، چرا که این آقایون هر چیزی در هر لحظه‌ای که به سود خودشون هست ازش بهره برداری میکنن. در رابطه با همین سیره مثلا پیامبر یا دیگران که میگن، میگن اگر یه نفر برادر حضرت علی اومد یک درپاس سکه کرد، گرمای آتیش رو نشونش داد، بعد این طرف مرتضوی قارتگر صندوق تأمین اجتماعی بیش از 60,000 میلیارد تومان رو به پول شاید بگیم 4 سال پیش 3 سال پیش با دوستاش با رفیقاش قارت کردن، الان هم که اومده به دادگاه بعد از این سالها هفته قبل 2-3 روز پیش خیلی راحت میگه من هیچ کار خلافی نکردم، هر پولی هم به هر کی دادم 40 میلیون 50 میلیون ماهی 25 میلیون تومان فقط برای همسرش حقوق گذاشته بوده اونجا و یه نهادی درست کرده بوده به عنوان پشتیبانی کارگرا، فقط 45 میلیون تومان یه فقره اسنادش که در اومده توی تحقیق و تفحص مجلسی و در رقابت بین خودشون رو شده، جمعاً 137 شرکت ایشون همینطوری داشت میداد به آقای بابک زنجانی که در این افشاگری ها گیر کردن فعلا متوقف شد. ببینید مثل چی؟ مثل هواپیمای ملی ایران، هتل هما، صنایع بزرگ کشور که الان جزء 60 تا وزیر و این کارگر جوان به خاطر اهانت به پیامبر باید به اعدام بره. بله، یعنی میخوام بگم تفاوت ها چه جوریه، از اون تا اون حرفا رو میزنن و از گذشت و اینا میگن، از این طرف گذشت با آقای مرتضوی میکنن که به پول امروز 200,000 میلیارد تومان صندوق تامین اجتماعی قارت کرده، تازه تو مجلس رفته، توی ببخشید دادگاه رفته. آقای شیخ عطار یکی از وکیلایی که از طرف مردم و کارگرا از ایشون شکایت کردن، میگه ایشون حتی وکیلی که آورده بود وکیلش غیر قانونی بود، چون حکمی داشت که 3 سال حق نداشت در وکالت شرکت کنه، ولی خیلی راحت اومده تو دادگاه و دفاع کنه. موقعی به قاضی گفتن، قاضی وکیل مرتضوی رو بیرون کرده جلسه و الان هم ایشون خیلی راحت اونجا یه پرونده 400 صفحه نوشته من دفاع کردم، میذاره و میاد بیرون، حتی یه حکم بازداشت موقت بهش نمیدن. بعدم میگه حالا این عدالت ولایت هست فعلا که دامنگیر کارگر ایرانی، معلم ایرانی، دانشجوی ایرانی، دختر، پسر، همه شده به این شکل. خانم قنچه قوامی باید 67 روز به خاطر علاقه به والیبال در زندان باشه و انفرادی. و من همچنان حرف خودم رو بازگو میکنم، این که تیم ملی والیبال ایران و تیم ملی فوتبال ایران
وظیفه دارن به اعتبار صفت ملی که حمل میکنن و نمایندگی میکنن و از مزایاش برخوردار هستن یا هر چه که هست در عرصه‌های بین المللی هم برخوردار هستن از مزایای صفت ملی، وظیفه دارن از نیمی از جامعه ایران، من نمیگم کار رهبری سیاسی رو منظور من نیست، مطرح کنن که چرا بانوان ایرانی حق ورود به سالن ندارن اگر تیم ملی هستن. اگر نمی کنن این صفت به نحوی، صراحتا من تأکید میکنم، صفتی است که مورد سوء استفاده قرار گرفته و میگیره با سکوت اعضای تیم ملی در برابر مسئله حضور زنان در استادیوم ها. قابل توجه هست که در مسابقات بسکتبال بود در تهران که تیم لهستان بنری رو در سالن آویزون کرد که ما خواستار حضور بانوان هستیم و تلاش بانوان برای حضور در سالن حمایت میکنیم. سپاسگزار هستیم آقای استاندوی گرامی، با سپاس بسیار از شما و با امید به روزی که هیچ کارگری نه در ایران در هیچ کجای جهان در زندان به سر نبره و برخوردار باشند کارگران و فرزندان اونها از دسترنج و زندگی شایسته خود که میدونیم کارگران نه تنها در ایران که در تمام جهان سازندگان و اساس سازندگی کشورها و آب آبادانی هر کشوری که در این کره زمین میبینید رو به پیشرفت داره بوده و هستند. با شما عزیزان خواهیم بود. من هم امیدوارم. خدا حافظ. با سپاسی دوباره آقای استاندوی گرامی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. عزیزان هستیم در بخش بعدی تفسیر خبر. قرار بود در چون پنج شنبه های گذشته در این بخش نیز آقای علیرضا رضایی عزیز با من و شما باشند، اما باز گرفتاری های بسیار بین کلانتری بابت دزدی منزل ایشون در پاریس و بیمارستان یا مطب پزشکان بابت دندان. در حال سلامت باشن تا هفته آینده. اما در این بخش خبرهایی رو من میخواستم با شما در میون بگذارم، از جمله حرفایی که همین امروز آقای محسنی اژه‌ای زده. آقای محسنی اژه‌ای از مسئولان قضایی دستگاه قضایی حکومت ایران ولایت فقیه، آقای اژه‌ای که به شیراز رفته بوده در اونجا مطرح میکنه که درباره تلفن‌های همراه یک روحانی شیعه به عنوان یک متخصص درباره وسایل ارتباطی یا مثل تلفن و از این مسائل صحبت می‌کنه که این تلفن‌های همراه زیان آور است و چه و چه. نکته مهمی که در صحبت‌های ایشون هست اهانت مستقیم هست به مردم، اینکه مردم خوب و بد رو نمی‌فهمند و این روحانیت هست، روحانیت حاکم هست که باید خوب و بد رو تشخیص میده و باید مردم پیروی کنند از آنچه که روحانیت میگه، چرا که به گفته ایشون خوب و بد رو قادر به تشخیصش نیستند. آقای محسنی اژه‌ای از مقامات قضایی جمهوری اسلامی که سابقه بسیار طولانی نیز بر اساس اسناد و مدارک منتشر شده در حیف و میل آنچه که بیت المال نامیده میشه در لغت روحانیت شیعه و آنچه که در گفتگوهای روزمره سفره مردم، در همین زمینه در ارتباط با سفره مردم آقای حجت الاسلام عبدالنبی نمازی خواه نمازی، ایشون امام جمعه کاشان هست و آمدند و گفتند که ما آرام آرام داریم به سوی ظهور حضرت پیش میریم و به هر حال اشاره کردن که وضعیت بسیار خوبی هست و آنچه که در
ایران میگذره به گفته ایشون نمونه عدالت هست و که باید سرمشق جهان قرار بگیره و اشاره‌ای نکردن به حیف و میل هایی که هست این سو و آن سو. اما آقای علی رازینی که عضو مجلس خبرگان هست آمده و با صدای بلند گفته که کدام قانون گفته باید اسامی بدهکاران بانکی اعلام بشه. منظور کسانی است که از بانک ها وام گرفتن میلیارد دلاری به دلار وقتی تبدیل میکنین و پس ندادن، گفتن که اسامیشون عنوان میکنیم اعلام میکنیم مگر اینکه این باعث بشه پس بدن. حالا آیا کسی که میلیاردها دلار رو گرفته و پس نداده و به جاهای منتقل کرده از جمله کانادا و کشورهای اروپایی، آیا با اینکه اسمش اعلام بشه آماده است پس بده؟ من فکر نمی کنم. شما چطور؟ احتمالا با من هم نظر هستین. حرفاییش که زده میشه و در همین زمینه هست که آقای حداد عادل، آقای حداد عادل همسو میشه با آقای محسنی اژه‌ای. یعنی به نظر میرسه که یک جنبش همه جانبه وجود داره، به وجود اومده در عرصه حکومتی ایران برای مخالفت با آنچه تکنولوژی مدرن هست، آنچه که مردم ایران رو همزمان میکنه با زمان خودشون، با زمان معاصر و قرن 21 و 2014. گفته که ایشون فیلترینگ کار بسیار خوبی است، یعنی اینکه مانع بشن دسترسی به فیسبوک و بقیه چیزها، چی بیاد چی نیاد. همون که آقای اژه‌ای میگه مردم خوب و تشخیص نمیدن، آقای حداد و عادل و آقای اژه‌ای و آقای عبدالنبی نمازی و بقیه هستند، علم الهدا، آقای علم الهدا، که اینا بیان سر فیلترینگ واسن چی خوبه برای مردم ببینن یا نبینن یا بخونه نخونه. آقای عداد عادل گفته که این به فرهنگ ما کمک میکنه، حرفی که آقای حداد عادل زدن. برحال اینها چند خبری بود که دوست داشتم شما رو توجه بدم به این چند خبر، با توجه به این که خبرها از این دست کم نیست متاسفانه، اما گفتن همین موش نمونه خرواره از کافی است. مطمئنم در بخش خبری ایران فردا در جریان اخبار دیگه نیست قرار خواهید گرفت. با چند خبر دیگه من برای شما دارم که قابل توجه هست که ادامه خواهیم داد تا لحظاتی دیگر. تفسیر خبر. یکی از مسائلی که منطقه دوچار اون هست و شاید هم عمده ترین مسئله، وجود گروه های ریز و درشت اسلامی هست، یا گروهایی که به هر حال بر بیرق خود کلمه اسلام رو دارن و میبینیم در همه نقاط مهم، همه کشورهای مهم منطقه نه تنها لانه کردن بلکه خنجر به دست و مسلسل در دست دیگه و نقاب بر چهره در حال کشت و کشتار هستند. در کنار ایران داعش رو داریم و همینطور القاعده رو داریم، طالبان رو داریم و بسیار دیگه، جندالله رو در این سو داریم و نیروهای دیگه. در آفریقا از شباب رو داریم، بوکو حرام رو داریم، بوکو حلال و بسیار دیگه، و همینطور حزب الله، سازمان حماس رو داریم که به هر حال عنوان اسلامی بر خودش داره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین هست، و انصار الله رو داریم در عرض کنم کشورهای شمال آفریقا، جبهه النصر و بسیاری دیگه. اسامی بسیار بسیار زیاد هست. آنچه که این روزها مطرح هست در عرصه سیاست خارجی آمریکا این پرسش بسیار بزرگ هست که چه طرحی، چه برنامه‌ای برای مقابله با این گروه‌ها وجود داره، به خصوص داعش پس از قتل و بریدن سر دومین روزنامه‌نگار آمریکایی که بسیار اثر داشته بر افکار عمومی در آمریکا. و به هر حال می‌دونیم که در مورد نخست بریدن سر
فولی وقتی اوباما آمد و سخنرانی کرد و گفت عملا ما استراتژی نداریم برای برخورد با داعش، بسیار مورد حملات انتقادی قرار گرفت، به خصوص اینکه در آستانه انتخابات مجلس سنای آمریکا نیز هستیم که در ماه نوامبر انجام میشه و پیش بینی میشه دموکرات ها اکثریت رو در این مجلس هم از دست بدن، همچنان که در مجلس نمایندگان آمریکا. در مورد دوم، قتل دومین شهروند آمریکا، روزنامه نگار آمریکایی به دست داعش، باز انتقادها افزایش پیدا کرد تا اینکه پرزیدنت اوباما در کنفرانس ناتو در ویلز سخنانی گفت که باز هم نفت بر آتش منتقدان ریخت. چه گفت؟ ایشون آمد و این نکته رو گفتش که ما در صدد هستیم که بیایم و داعش رو به یک مسئله قابل کنترل و قابل مدیریت تبدیل کنیم. این پاسخ توقع افکار عمومی آمریکا نبود، به همین دلیل هم بسیار انتقادات شدیدتر شد. آنچه که افکار عمومی آمریکا خواستار هست، به خصوص در آستانه 11 سپتامبر، چگونگی مقابله با گروه های مثل داعش برای نابودی آنها هست و نه تبدیل کردن به یک مسئله قابل کنترل و قابل مدیریت. بسیاری به این نکته اشاره کردن که عملا ظاهرا به نظر می رسید که اشاراتی هم هست به القاعده که به یک مسئله قابل کنترل تبدیل شده، حال اون که چنین نیست. القاعده همین شب گذشته ایمن از زواهری رهبر القاعده گزارشی رو، سخنان خودش رو به طور تصویری ویدیو منتشر کرده و گفته که ما به اصطلاح شاخه جدیدی در شبه قاره هند هم به راه انداختیم. این حرف آقای ایمن از زواهری هست، تروریست سرشناس مصری و رهبر کنونی القاعده. به هر حال آنچه که این نکته بسیار مهمی است که به هر حال سیاست منطقه‌ای، سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا به شدت مورد انتقاد هست در عرصه داخلی خود آمریکا، چه در مجلس نمایندگان و چه در سنای آمریکا و شبکه‌های خبررسانی یا شبکه‌های تلویزیونی آمریکا، که حتی شبکه‌هایی که حمایت از ما شهرت داشتن مثل CNN، انتقادهای رو به افزایشی هم آغاز شده. میکروفون یا دوربین در اختیار کسانی که منتقد بسیار شدید آقای اوباما هستن و سیاست‌های خاورمیانه او نیز قرار داده میشه و همچنان این انتقادها به نظر میرسه در روزهای آینده افزایش پیدا کنه، چرا که باز علی‌رغم سخنان بسیار تند آقای بایدن معاون پرزیدنت اوباما در مورد داعش و بقیه گروه ها، همچنان آتش انتقاد در حال بالا گرفتن شعله های تازه هست در آمریکا. ولی در حاشیه این موضوع هم یکی از موضوعات دیگه، مسئله اتمی ایران هست، جمهوری اسلامی، که قرار هست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک این مسئله هم باز مورد بحث و بررسی قرار بگیره بین فرستادگان تهران و همچنین نمایندگان 5+1، و در حاشیه این حاشیه باز مذاکراتی خواهد بود بین فرستادگان تهران و نمایندگان واشنگتن. راه به کجا خواهد بود این مذاکرات؟ آیا پایانی خواهد داد بر مسئله اتمی جمهوری اسلامی و رفع نگرانی در این زمینه و در نتیجه منجر به گشایش درهای ایران به سوی جهان خواهد شد؟ پرسشی است که پاسخ روشن چندانی برای اون نمیتوان داد، به خاطر دو موضوع اصلی. نخست اعتمادها هست که همچنان بی‌اعتمادی وجود داره، هرچند که آقای عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید کرده که ما خیلی از محدودیت ها رو یا بعضی از محدودیت ها رو ممکنه بپذیریم برای اینکه اعتماد سازی کنیم. یعنی این همون نکته ایست که پیشتر بسیاری گفتن و شنیده گرفته نشد، یا اساسا پیش از اون نیز گفته شد که چرا باید وضعیتی پیش بیاد که محدودیت هایی به وجود، یعنی برنامه اتمی
جمهوری اسلامی چرا سر از اینجا در آورد، بسیار خوب معتقد هستند که با هدفهای نظامی بوده و هست، بسیاری بر این عقیده هستند یا بر این اطلاعات که خیر چنین نیست. یک نکته، نکته بیاعتمادی میان طرفین هست و یک نکته مهمتر از آن بیاعتمادی کشورهای منطقه نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی. این نکته و در کنار این سیاست منطقه جمهوری اسلامی، دخالتی که در عراق، لبنان، سوریه در کنار حکومت سوریه داره، این نکته نیز به خودی خود همسو و همزمان میشه با نگرانی کشورهایی مثل اسرائیل در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی و آنچه که جاه طلبی جمهوری اسلامی برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای نابود میشه. بر اینها باید افسود. لجاجت اتمی تهران رو این عنوان نیستاری سالها پیش، از سالها پیش به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران دادن، لجاجت اتمی رهبری جمهوری اسلامی رو، و مرغ ولایت یک پا بیشتر نداره. البته یک پای دیگرش هم در مذاکرات هست که گاه در واقع به پیش نمیره با یک پا. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. من اشاره کرده بودم به مسئله داعش و آنچه که پرزیدنت اوباما در ویلز گفت در انگلستان درباره داعش، تبدیل این گروه به یک گروه و یا سازمان قابل کنترل و مدیریت و واکنش‌ها در این زمینه. اما در حاشیه همین موضوع واشنگتن دست به دامن سه کشور عرب شده، مصر، عربستان، امارات، برای همکاری و ساماندهی و سازماندهی یک استراتژی روشن، کارساز و مؤثر برای مهار کردن داعش یا نابودی داعش. این خبر ساعتی پیش پیامدهایی داشته، از جمله مورد تفسیر رسانه‌های تصویری آمریکا قرار گرفته، مثل فاکس نیوز و همینطور شبکه سی ان ان، که منظور از این همکاری ها هدف ها بیشتر این سوال مطرح بوده چی هست؟ آیا نابودی هست؟ نابودی داعش از اقدامات نظامی هست برای سرکوب و ریشه‌کن کردن داعش؟ پرسشی است که مطرح شده و همچنان منتظر توضیحات بیشتر از سوی کاخ سفید یا وزارت خارجه آمریکا. اما نکته قابل تأمل در این زمینه این هستش که داعش آیا یک گروهه؟ آیا فقط امروز داعش هست سرکوب بشه، فردا داعشی در میان نخواهد بود؟ داعش مدتی نیست برسه آمده، داعش مدتی نیست که شمشیر به دست آمده در کنار بقیه جبهت النصر، در کنار بوکو حرام، در کنار انصار شریعه، در کنار انصار الله، در کنار القاعده، در کنار طالبان، در کنار حزب الله جدید هست و بسیاری بسیار از شباب و بقیه. چه زمینه هایی باعث به وجود آمدن داعش میشه؟ چه دست هایی در کار هست؟ یعنی هر مسئلهی وجود داشته باشه، هر چی که باشه، و میرن و صحبت میکنن آقا شما این مبلغ پول رو بگیرید برید یه همچین گروهی تشکیل بدید. حتی در این حد، حرف من این هست که چه زمینه هایی وجود داره که کسانی میرن و سر کوچه داد میزنن آقا ما آدم میخواییم بیاد با این قساوت خنجرم دستش میدیم و بتونه سر ببره به راحتی. چی هست که داوطلبان پیدا میشن در بعضی از کشورهای منطقه، حتی همدیگر هم هل میدن، خنجر در بغل اون یکی میکنن، پارتی میتراشن که نخیر شما برین کنار منو انتخاب کنین. هست از حوثی های یمن من میتونم تا بوکو حرام بگم، تا داعش بگم، تا متاسفانه در همون اوائل پس از انقلاب در ایران هم بسیار بودن کسانی که همدیگه رو هل میدادن برای اینکه تیر خلاص بزنن یا تیرباران کنن.
هست، بسیار هست. من اشاره من به این زمینه هست، به زمینه این که یکی از همراهان ناصرالدین شاه در سفر به فرنگ در خاطراتش هست، نامه‌ای برای بچهش می نوش جلال الدوله، که جلال الدوله ما رو وقتی به در پاریس جایی رو به ما نشون دادن از جمله گیوتین، گیوتین، و می گفتش که ای جلال الدوله این گیوتین رو شر میده که چی از چی نیست. وقتی به ما نشون دادن از کار افتاده بود و شش ماه در شهر جار می زدن، جلادی بیاوند اما نمی آفتن. اما ما چه کنیم ای جلال الدوله که در مملکت ممالک محروسه جلاد بر سر کار است و هزاران در کار جلاد، یعنی در کار این هستن که به قول ما زیراب جلاد رو بزنن جاشو بگیرن. پرسش من این هست که در منطقه زمینه‌ای که به وجود میاره چنین کسانی رو چی هست؟ نکته قابل توجه هست و نکته قابل توجه در همین زمینه، مرتبط به همین زمینه، یک جوان ایزدی اسم خلف تونسته با یکی از دو تا از دوستانش برگرده به حوالی سنجار. روستای خودش در نزدیکی سنجار بیتابی بوده، رفته نتونسته، رفته از طریق سوریه آمده دوباره در عراق و رفته در اونجا درونده. گزارشی که منتشر کرده، حرفایی که پس از بازگشت خودش زده، حرفای بسیار تکان‌دهنده است. یادآور کشتار ارامنه هست توسط ترکای عثمانی. این گزارش در نشریه از شرق الاوسط منتشر شده که امیدوارم من برسم و ترجمه کنم و منتشر کنم. بسیار تکان دهنده است و مطلبی هم اتفاقا در از شرق الاوسط خوندم از یکی از وزیران سابق جمهوری اسلامی، از وزیران مهاجر جمهوری اسلامی، در ستایش از آنچه که در غزه گذشت از حماس و پیروزی بسیار بزرگی که حماس به دست آورد در این جنگ اخیر بین حماس و اسرائیل. آنچه که اسرائیل در غزه کرد در موارد بسیار مورد انتقاد هست، حتی خود اسرائیلی ها انتقاد کردن از بنیامین نتانیاهو در مواردی، اما آن انگیزه اصلی این جنگ چه بود باید دقت کرد. و دوم نکته این که پیروزی چه معنی داره در منطقه خاورمیانه که سالیان سال جنگ و پیروزی که 2000 کشته و بیش از چند میلیارد دلار خسارت، چه کسی پاسخگوی مادران فلسطینی است که کودکان خودشون را دست دادن و خانه‌ای بر سرشون ویران شد؟ وزیر مهاجر خالد مشعل چه کسی؟ آیا قابل تصور هست هنوز از جنگ ستایش بشه؟ این هم پرسش دیگری است که امیدواریم روزی در منطقه با صدای بلند تکرار بشه و آنچه که ضمیر تاریخی خاورمیانه نامیده میشه در برابر پرسش های امروزین خود پاسخ های مناسبی بیابه و راهی به سوی رستگاری مردم منطقه، آرامش و صلح و سفره آبرومند و زندگی بی دغدغه و سرشار از امنیت. با امید به چنین روزی، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری و الوند، کو، زاگرس، کوهساران دراگ، تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.